گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با سلام و درود به شما بینندگان و شنوندگان رادیو پیام کانادا، در خدمت شما هستیم جهت تقدیم خبرهای کارگری شنبه 23 نهایت جمعه 29 آذر ماه 1398. برنامه رو با یاد دو برادر کولبر اهل مریوان، فرهاد و آزاد آغاز می کنیم. با خانواده این عزیزان اعلام همدردی می کنیم و جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم این گونه اتفاقات می‌دانیم. به دنبال فراخوان‌ها برای گرامیداشت یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخر آبان ماه 98 و همبستگی با خانواده‌هایشان در روز پنجم دی ماه، ناهید شیربیشه مادر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات هفته آخر آبان ماه سال جاری و مادران خانواده هایی که طی 40 سال گذشته عزیزانشان قربانی سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی شدند، فراخوانی در همین رابطه مشترکان صادر کردند. در این فراخوان از جمله آمده است: ما مادران ساکت نمی نشینیم. ما و خانواده های داغ دیده از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین المللی می خواهیم که روز پنجم دی ماه مصادف با 40 روز کشته شدن فرزندانمان را روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه اعلام کرده و با برگزاری مراسم یاد بود یک دقیقه سکوت کنیم یا به هر طریق که می توانیم یاد عزیزانمان را گرامی داشته و این جنایت را محکوم کنیم. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران هم در همین رابطه فراخوانی تحت عنوان از فراخوان مادران جان باختگان حمایت کنیم صادر کرده و اعلام کرده است: ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان آبان ماه 98 و حمایت از فراخوان مادران جان باختگان، به سهم خود تلاش می کند که مجامع بین المللی کارگری و تشکلات مترقی و مدنی جهانی را در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و همبستگی با جنبش نان، کار و آزادی در ایران هرچه مطلع تر و پیگیر تر نماید. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج از کشور با صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان 40 روز جان باختگان خیزش آبان ماه 98 را به ادامه جنبش مبارزاتی بدل سازی یادآور شد. از منظر ما فعالان نهادها، حمایت از دادخواهی کشتار آبان 98 وظیفه تخطی ناپذیر کل جامعه است و نمیتوان سکوت نموده و از زیر بار آن شانه خالی نمود. در همین راستا فراخوان‌های دیگری از طرف نیروها و فعالین سیاسی و اجتماعی در حمایت از بزرگداشت پنجم دی ماه نیز منتشر شد. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانی در حمایت از دعوت فرهنگیان بازنشسته برای شرکت در تجمع دوم دی ماه مقابل مجلس و همزمان با برپایی تحصن در مدارس صادر کرده و اعلام کرد: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تمام معلمان شاغل در کلیه مقاطع در نوبت صبح و بعد از ظهر درخواست می‌کند در روز دوشنبه تاریخ دوم دی ماه زنگ دوم از رفتن به کلاس خودداری کرده و در دفتر معلمان تحصن نمایند. کانون صنفی معلمان ایران نیز با صدور اطلاعیه از این فراخوان و تجمع دوم دی ماه بازنشستگان مقابل مجلس و خواسته هایشان حمایت کرد. همچنین بیش از 15 تشکل کارگری و اجتماعی با صدور اطلاعیه مشترکی حمایتشان را از تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس
رسانه‌ای کردند. در همین راستا اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای از جمله نوشت از تحصن و تجمع معلمان و بازنشستگان در روز دوم دی ماه حمایت می‌کند و به سهم خود تلاش می‌کند که حمایت و همبستگی اتحادیه‌های کارگری و تشکلات جهانی معلمان و بازنشستگان را نسبت به مبارزات معلمان و بازنشستگان ایران جلب کند. گزارش را با اعتراضات کارگری ادامه می‌دهیم. اعتصاب کارگران مجتمع معادن مس تکنار از روز 17 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق آغاز شد. کارگران مجتمع معادن مس تکنار به دنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان روز پنجشنبه 28 آذر به سر کار خود برگشتند. روز سه‌شنبه 26 آذر ماه صدها کارگر رسمی پتروشیمی بندر امام برای به نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح پایین حقوق و شرایط کاری دست به تجمع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت زدند و خواستار پاسخگویی شدند. مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در جمع کارگران معترض حاضر نشد، ولی در شبکه‌های اجتماعی کارگران معترض را به ساز بفروش‌ها و فریب خورده‌ها قلمداد کرد و با افزودن معترضین را از طریق دوربین مدار بسته شناسایی کرده ایم آنها را مورد تهدید قرار داد. این موضع‌گیری مدیر عامل خشم کارگران معترض پتروشیمی بندر امام را برانگیخته و قرار است هفته آینده روز یکشنبه دوباره دست به تجمع بزنند. روز دوشنبه 25 آذر ماه کارگران شهرداری کوت عبدالله با تجمع در مقابل استانداری خوزستان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و حق بیمه از سر گرفتند. روز دوشنبه 25 آذر ماه همچنین شماره دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی مقابل این واحد تولیدی برپا شد. در هفته گذشته همچنین شاهد اعتراضات 1000 کارگر اخراجی فولادین ذوب آمل نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی، اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه دوده فام دسفول در اعتراض به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اخراج یکی از همکاران حق طلب، اعتراض کارگران پیمانکاری معدن چادر ملو نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شرایط کار، اعتراض کارگران شهرداری امیدیه نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق و شرایط کاری و تعلیق از کار 2 همکار در همین رابطه، اعتراض کارگران کارخانه سیمان خاش نسبت به پایمالی حقوقشان از طرف سازمان تأمین اجتماعی، اعتراض کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم پرداخت 7 ماه حقوق و مطالبات دیگر در اداره کار و فرمانداری، اعتراض پرستاران مشهد به توخالی در آمدن وعده های وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دنبال تجمع 12 مرداد سال جاری مقابل استانداری خراسان رضوی و نامه سرگشاده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت 14 ماه مطالبات، شرایط سخت کاری و سکوت مسئولان بودیم. طبق معمول اذیت و آزار فعالین کارگری و اجتماعی در هفته گذشته هم کماکان ادامه داشت. 11 بازداشتی مرتبط با اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت نشکر هفت‌تپه و مراسم روز جهانی کارگر به 55 سال زندان محکوم شدند. روز 27 آذر ماه 6 کارگر مجتمع کشت و صنعت نشکر هفت‌تپه در شعبه 102 کیفری 2 شهرستان شوش محاکمه شدند. روز 24 آذر عباس جلیلیان پژوهشگر و نویسنده اهل کرمانشاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در همین هفته هم شاهد آزادی موقت ابوالفضل نژادفت دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی و
همچنین خالد حسینی از فعالین کارگری سنندج با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بودیم. و اما پروین محمدی در بند جرایم عمومی زندان کچویی در معرض خطر جانی قرار دارد. پروین محمدی روز 16 آذر به زندان کچویی کرج منتقل شد. وی در بند جرایم عمومی زندانی است. در هیچ یک از زندان‌های کرج بند زندانیان سیاسی و امنیتی جداگانه‌ای وجود ندارد. این امر همیشه موضوعی خطرناک برای زندانیان سیاسی بوده است. پروین محمدی از همان ابتدای ورود به زندان درخواست اجرای تفکیک جرائم نموده است و میبایست طبق مقررات دوران حبس خود را در بند زندانیان سیاسی و امنیتی بگذراند و یا به زندانی منتقل شود که بند جداگانه‌ای برای زندانیان امنیتی داشته باشد. اما مسئولین زندان و قوه قضایی غالباً و برای اعمال فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی با زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرائم زندانیان سیاسی را در بند جرائم عمومی نگهداری می کنند. و اما اعتراضات علیه گرانی بنزین در هفته گذشته. روز شنبه 23 آذر ماه ونداران تهران در اعتراض به اتمام سهمیه بنزین دست از کار کشیدند. همچنین روز دوشنبه 25 آذر ماه صاحبان خودروهای تعلیم و آموزش رانندگی عراق دست از کار کشیده و با پارک کردن خودروهایشان مقابل استانداری استان مرکزی اعتراضشان را نسبت به محرومیت از سهمیه سوخت به نمایش گذاشتند. و اما اعتراضات نیروهای اجتماعی دیگر. روز سه‌شنبه 26 آذر ماه جمعی از اهالی حسین آباد کاشمر در استان خراسان رضوی برای به نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به نداشتن گاز دست به تجمع در مقابل فرمانداری کاشمر زدند. خاطر نشان می شود که اهالی حسین آباد حدود دو هفته پیش نیز تجمعی در مقابل دفتر امام جمعه برپا کرده بودند. روز یکشنبه 24 آذر ماه جمعی از اهالی شهر لار در استان فارس با تجمع مقابل بنیاد مسکن لارستان اعتراضشان را نسبت به خلف وعده بانیان پروژه مسکونی نخل 3 به نمایش گذاشتند. برنامه این هفته را با گزارش اعتراض شبانه دانشجویان خوابگاه دانشگاه بهشتی پایان می‌دهیم. ساعت 22 دوشنبه شب 25 آذر ماه جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه بهشتی در محوطه خوابگاه این دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند و سپس به طرف حراست راهپیمایی کردند و تجمعشان را مقابل حراست دانشگاه ادامه دادند. این حرکت اعتراضی ابتدا توسط جمعی از دانشجویان در واکنش به تعطیلی دانشگاه به علت آلودگی هوا شکل گرفت و در ادامه با تمرکز بر ناکارآمدی مسئولین به عنوان مسبب اصلی آلودگی هوا و نابسامانی کشور تبدیل به اعتراض و سردادن شعار شد که حضور جمعیت کثیری از دانشجویان خوابگاهی را به دنبال داشت. همچنین در بخشی از تجمع دانشجویان این دانشگاه نسبت به ممانعت بیش از یک دهه مسئولین دانشگاه بهشتی نسبت به تشکیل شورای صنفی دانشجویان اعلام اعتراض کردند. این تجمع تا ساعت 24:30 دقیقه روز سه‌شنبه 26 آذر ماه ادامه پیدا کرد. بر اساس فیلم هایی که از تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی منتشر شده، دانشجویان معترض شعارهایی به این قرار سر دادند: از خون جوانان وطن لاله دمیده، عدالت کجایی، بریز بیرون داد بزن، حقوق تو فریاد بزن، دانشجوی بهشتی شورای صنفی میخواهد سر داده شد. از شما عزیزان تشکر میکنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردیم. برای ارتباط با ما و دیدن برنامه ها به آدرس تلگرامی رادیو پیام کانادا و وبسایت رادیو پیام کانادا سر بزنید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر بدرود.